پیروز را کات کات دوباره گپای تو تحقیق میکنه. اگه دروغ گفته باشی پس که آمدم تو را هم دخترت با مربی میزنه. خبر باشی که بار هیچ چیز مانیو شده نمیتونه. جایی که پیروز میره برگشتن از اونجا آسان نیست. صبر کو جاهد، صبر کو. یک بار مطمئن شویم که شربت جای درست آمده یا نه. آماده شو که حرکت کنیم. در این وقت شب چی شده ایسان؟ میخواییم تو را به میله ببرم. بسیار وقت میشه که در اینجا خسته شدی. میریم و یکم چکر میزنیم. ایسان دو سال است که برای تو زور میکنم مرا به میله ببر. بعد از دیگه اول وقتی که برادرم میایه میگی بریم. تا با برادرم گپ نزدی هیچ جای رفتن نمیتونی. جانم ما مزه میخاطر میگم. آی احسان گفتم نمیشم. بریم. از تشویش آمدن برادرت نه فکرم طرف موسیقی است و نه طرف تو. باید پیش از روبرو شدن با ایراز آرامش خود حفظ کنم. گفتم نمیشه ایسان. حال مرا با موسیقی چی عزیزم؟ لطفا باز شروع نکو دیگه. چرا تو میکنی عشقم؟ کی است؟ بگانه نه سلایت پایین که پایین که گب میزنه. شما کی هستین؟ چی جریان داره ایسان؟ اینا کی هستن؟ شربت لعنتی، گفتی که دختر را نمیشناسو. گفتی که دختر پشت رازا گرفته. تو باز میخوایی چی کنی ایسان؟ پدر جان میشه بیرون گپ بزنی؟ امروز به اندازه کافی مرا شوک داده این. مانولیای مرا ناراحت نسازین. شما دوستای لالای مسین چطو؟ اما ما قبلا شما را ندیدیم. بله خانم، ما از جمله دوستای قدیمی لالایت هستیم. شنیدیم که لالایت دوباره آمده. خواستم یک بار ببینمش. اما احسان نمیخواه که ما ببینمش. پدر جان اگه دیگه اینجا گپ زدی باز به خاطر عشقه. اینجا چند مر میشه لیک میشه و هم در سر خدا. ای بی ادب قا روی داره که خدا به برادرم نشان بده و شما را ببره. بعد از این دیگه ما نیولای تو مرده ایسان. شما چی تو مانو دیگه بس 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 آرام باش. بس از لعنتی اینو مایش های تبسکو دیگه. ای را بگو که راز کجاست. اگه نمی کشمت بکش که نجات پیدا کنم. بیاز از پناهان کردن محبت خود کاملا خسته شده. خوبی ما فراموش نکنیم در این نیمی شب براتان چای تازه آوردیم. خیر ببینی امداد، تو نباشی ما چی خواست کردیم. تشکر، من نمینوشم. یعنی چی که نمینوشم؟ در این حالت زخمی خود به تو چای دم کردیم و تا اینجا آوردیم. بازم تو میگی که نمینوشم. از این کده که اگه مرا بزنی خوبتر است. امداد نمیخوایم، ما چای خوش ندارم بیادر. ما دلتان میاییم توی را بنوش. تا چند دقیقه دیگه ما بعدت یک نوشیدنی صد نرم. تو اصلا در قصه گپا نباش، همه چای خوب است بگی. نوش جان Thank you.
احسان بگی دیوانگی نکو. این لعنتی شوخی نمیکنه. به خاطر پولاد تو را میکشه و تمام دنیا را. کم هوشیار باش، امکان نداره ایراز از اونجا خارج شوه. کار تو هم جور میشه، بازو وقت راحت زندگی کن. میفهمی ایرازه، بندازی ناخونم هم دوست ندارم. خب اما در اصول ما چیز با نام خیانت وجود نداره. تو در جنوب شرق کشور بدون صدای مرمی، صدای توپ، فکر میکنم دیگه هیچ صدایی را نشنیدی. یه عشق به موسیقی از کجا شد بچه؟ ما و دیوانگی های ما چه قسم خوب ساختم؟ اگه موسیقی نمی بود ما و اختر کسی که طرفم چپ سیل میکرد از بین میبردم. جاهد ما گب میزنیم، اجازه بده. قراره دیگه صبرم تمام شد. یا بگه یا که ما سر گب میارمش. اگه تو واقعا مرا دوست داری جای برادر من نگوی ایسان. حالا که ما چرا کشکه دیم الان زنده نمونی. اگه نگوی نیراز کجاست؟ یکی تون از اینجا زنده برآمده نمیتونه. شربت شوخی نمیکنه، یک کلمه بگو و خود راحت بساز. نه قدرم نه، داغ مشوقرم در دلت نمیمونه. نقشلیک نکو، ما پیدا کردم که خودت چه قسم بیراز برسانیم. کن. بسیار بد شد به خدا، گفتی که بعد دو دقیقه میریم گپ میزنیم، زیاد تا نتی. راحت باشم داد، حتی دو دقیقه هم نمیشه. سنجر خوب شد و خیر گذشت. چطور استن؟ برای پرسیدن احوال رئیس خود آمدی ارکان. واقعا تو دوباره ما فکر میکنی؟ اگه شما مایل استن که بیشتر به زندگی ادامه بتن، یک مدت دیگه هم صبر میکنم. پولا دلم داره به خاطر کاری که خودش انجام داده نتونه تو را فرستاد. نه خیر، مرا مماتی روان کده. گفت چرا او لعنتی را هنوز پیش من روان نکدیم؟ دو دنیا منتظر تو است، همراهت حسابی داره. میفهمی ارکان، دو دنیا برای حسابی دادن بسیار نفرها منتظرم هستن. نوبت به شما نمیرسه. پس مردم از یاد منتظرت نمیمونم.
منتظر چی هستی؟ انتظار داری که از ترس لرزیده و پیشت عذر کنم؟ منتظر آخرین گپایت. آخرین نصیحتم برای چی هست که دیگه آلی دست قرار نگیری؟ ای آخرین بارت باشه. هنوز آقا عمر بیدار نشده؟ مادر یک بار صبح شوه، کم صبر کنین. باید بفهمم بخاطر چی صبر کنم. اما لیلا، از من خود چیزی را پنهان نمی کنی نه دخترم؟ چی را پنهان کنیم مادر؟ دکتر صاحب. مادر جان، دکتر صاحب اینقدر وقت گذشت، هنوزم مریض ما بیدار نمیشه. او خوب است. میخوایم بفهمم از من خود چیزی را پنهان نمیکنین نه؟ مادر جان، پدرم دکو ماستن، منتظر استیم که به هوش بیاین. دکو ماست؟ چی شده دکتر صاحب؟ وضعیتش بسیار خراب است. یک مدت اکسیژن به مغزش نرسیده، تا وقتی که به هوش نامده چیزی گفتن نمیتونیم. خب چی وقت به هوش میاد دکتر صاحب؟ بگوین برم. زمان دقیقش نمیفهمم، شاید هیچ به هوش نیاید. بفرمایید. بله مادر جان. بشینید.
با علمدار زنگ بزنه. موبایل آنتن نمیته، چی کنیم؟ بیادر، معلوم نیست که ما کجا میریم، بیرون بریم برش زنگ بزنیم. حالتو اینجا آمده، از اینجا بر نمیگرده. یادار آقا صدایتون رو پایین کنین، برای خودی دامد آدم ایتانین. شما کی هستین؟ همراه ما بین، حتما جوابتان رو بدست میرین. اگه شما رو به مربی زده و بدن رای خود ایدامه بتیم چی؟ نظر به ای که رمزا میفهمین، ایران میفهمین که تو یک چیز امکان نداره. انتخاب دست خودتان، تا سلاحتان تسلیم نکدین امکان نداره ایدامه بتیم. بفرمایید. همینجا منتظر باشین، شخصی که با شما کار داره چند لحظه بعد میه.
مرا ناامید ساختی. مده ی سن و سال با پذیرفتن خطرات بزرگ کاملا خواستم کلیسا را پاک بسازم، اما قسمی که معلوم میشه شما مرا در نیمه راه اله کردین. شما واقعا اشتباه میکنین. دسیسه هایی را که افشا ساختین فکر میکنم وضعیت بحرانی ساخت که هرگز نباید قسم میشد. ما باید اجازه بدیم که کشیش جدید خودش این مشکل حل بسازه. ای که به شما و به گپایتان اعتماد کردم مرتکب اشتباه بزرگی شدم. ای کار مرا ناراحت ساخته. متاسفانه نخواد بتانم که دگه کشش ها را قانه بسازم. میبخشین، از همین خاطر خواستیم شما استراحت کنین. وقتش که رسید ما اونو را قانی میسازیم. ما 700 سال به شما احترام گذاشتیم. شما و عالم کاتولیک تحت حمایت خداوند قرار دادیم و میفهمین که آخرین فرصت براتون بود. فکر میکنم که از آغاز کار در برنامه های شما غیر از انتقام گرفتن دیگه چیزی نبود. پدر روحانی، شما شریک برنامه ما بودین. اگر پادر میانی ما نمی بود، باز او تصویر شما را از بین می برد. خداوند نگهبان فرزندای خود است. تا که او نخواهد حتی برگ از درخت نمی افتم. شما فرزندای گناهکار خداوند هستین. نیاکانتان با به قتل رساندن پیامبر ما باعث نازل شدن عذاب خداوندی بالای خود شدند و این عذاب تا روز رستاخیز ادامه خواهد داشت. پدر مقدس ما توان گناه های ما را پرداختم. وقتی که دوباره به دنیا آمد، باز بروی زمین سلطنت خداوندی حکم فرما خواهد شد. خانم راست میگین، اما شما یک چیز را باید متوجه باشین. پدر روحانی، ده ای کلیسا جای بر بندهای گناهکار خداوند وجود نداره، چون کلیسا جای فرزندهای واقعی خداوند است. ایره خوش شما بهتر میفهمین. معذرت میخوایم خانم، یک موضوع بسیار مهم است. کدام شخص در دفتر استانبول با استفاده از رمز پولاد علمدار وارد شده؟ باز پرسی او رو شروع کنین. ما هم درستیم. چرخ بالا آماده کنیم. با زودترین فرصت به استانبول میریم. بسیار یک کار مهم است. Thank you.
اما فهمین که کجا آمدین پیروز؟ به خاطر فهمیدن اینجا آمدیم. ایره خو می فهمین نه که فهمیدنی گپ گران تمام میشه. برای پیدا کردن جواب سوالای خود کل چی دا قبول کردیم. از امون خاطر اینجا هستم. می فهمین که منای رمز نور رقمی را استفاده کردن. در اینجا جرمش چی هست؟ فکر میکردم رمزی باشه تا در روزه مبدا باز کنن. اما اینجا خو ایج معبد معلوم نمیشه. در محیط کپیتالیزم ما به داله همه قسم هستن. از رمز کسی دیگه استفاده کردن. اگر به خبر از اونایی کار کده باشین یا خالی معبد میباشه که میبینین. رمز کسی را که استفاده کردیم خودش به رضایت خود او رمز برم داد. اگه تو باشه باید رمز دومان بفهمین. در موردی که به جای درست آمده میانه کمی شک دارم. ما برای گفتن رمز دوم باید مطمئن شوم که شما آدم های درست هستین یا نه. فکر میکنم که موضوع را درک نکردین. اگه شما رمز دوم را نگوین باز باید میرین. اگه بمرم کسی که رمز داده و هم میمره. تا برگشتن ما اگه شما رمز نگوین باز زندگی تا نده خطر مندازین. روزا کجا روان کدی؟ وار خطا نشو. چند لحظه بعد خبر میشی. اگه پیروزه چیز شوه بازو وقت نی تو را زنده میمونم نی دخترتا. چی شده پیروز؟ تلفون بلم دار بده. تو خوب هستی؟ کدام مشکل خو نیست؟ گفتم تلفون بلم دار بده. زندگی تو بسته به اشاره ماست نه پیروز؟ کاملا قسمی که زندگی دختر تو بسته به اشاره ماست. حالا دیگه ایل دی بازی سهم نداره. وای راست بگو که دخترم ایلا کنه. مام به خاطر زنده ماندنت یک کاری میکنه. چی شده پیروز؟ تو کجاستی؟ تو دخالت نکن. علم دار. من اینجا مرگ قبول کنیم. تو در پیچ چشمای خود مرگ دخترت قبول کردی. شاید تو مرگ قبول کرده باشی اما ایراز نمیتونه که تو را طرف مرگ روان کنه. عزالتش معلوم است. پیروز او طفل روان میکنم که بره. ایراز وقتی دوباره برای زنگ زدم بازو رمز از پیش علمدار بگی. پیروز زندگی پیروز زده سماز دوباره در تلفن زنگ می. اگه چیزی را که میخوای برش نتی پیروز را برمیش از دست می. سماد دختر را بیار.
ایلف 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 بیادر عبدالحی ایلفا گرفتی؟ گرفتم رئیس، ایلف خوب است. بیادر تو کجاستی؟ رئیس، رئیس رمزه بگو چی عجله داری؟ زنگ بیایه منتظر باش زنگ بیایه ایره معلوم کنیم که پیروز زنده است یا نه بعد از بله پیروز فیروز رمز معلوم کردی؟ فیروز نتونست که تو را به طرف مرگ روان کنه فیروز بسیار دوست داره فیروز چطور دختره برشان دادی؟ حال پولاد علمدار رمزه برات میگه فیروز خان از کجا به کجا رسیدیم فیروز؟ بسیار بالا رفتی متوجه باش که نفتی ایلاز با ایلا کردن دختری پولاد علمدار تو اشتباه کردی ببین زبانش تید شد پولاد علمدار ما دخترت تسلیم کرده به قولم وفا کردم حال نوبت تو است اگه به قولت وفا نکنی تو را میکشم در قسمت ما مردن با فیروز یک جایی بوده حداقل در این سفر خود تنها نیستم به خاطر زنده ماندن علمدار منتظر عذر کردن نمی باشیم او را به مرمی بزن چرا عجله داری فیروز تو را ناکنجه روان نکدیم در صورت باید از ما اطاعت کنیم